سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز یک شنبه 21 اپریل سال 2019 آخرین شب حضور من در هنگ کنگ و من برای شب آخر اومدم در قلب شهر. فقط اومدم که بازارها رو نگاه بکنم، لابلای جمعیت واسه خودم بگردم و صحنه‌های فوق‌العاده‌ای رو دارم می‌بینم. گفتم که برای شما هم ویدیو بگیرم تا شما از این دیوانگی محض جمعیت و تکنولوژی و کلی متریال و مواد تبلیغاتی و بیلبوردهای بزرگ و چیزهای انیمیتوری بهره بگیرید. خب بیشتر از این منتظرتون نمیذارم. خیلی اینجا قشنگه، به نام تایمز اسکوئر معروفه، یه ساختمان خیلی بزرگه که اسم تایمز اسکوئره ولی کلی فروشگاه مرکز خریده. برای همین دوست دارم که شما هم از این تصاویر لذت ببرید، با من همراه باشید. تقریبا 6:30 دقیقه شب این ساختمان‌های قدیمی و نماهای عجیب و غریب همه جای کشور حضور دارن، ولی این ساختمان‌های فوق‌العاده خوشگل و چشم‌نواز و این صفحه تلویزیونی خیلی خیلی بزرگ هم جایگاه خودشون رو در هنگ کنگ دارن. جمعیت موج میزنه و فوق‌العاده زیباست. نکته‌ای که میخوام بهتون بگم اینه که با وجود این همه جمعیت و این همه حضور مردم، من به نظرم کشور هنگ کنگ کشور فوق‌العاده امنی هست. مردم دوست داشتنی داره و در مجموع شما احساس امنیت میکنین، هرچند که بالاخره حساسیت خودشون رو دارن نسبت به خارجی ها، به خصوص اونایی که شاید به لحاظ چهره خیلی شبیه خودشون نیست حساسیت دارن، ولی من در مجموع کشور هنگ کنگ رو کشور خیلی امنی دیدم. در هر موقع از شبانه روز من توی خیامونا گشتم برای خودم، حتی جاهای خیلی خلوت که معمولا تنهایی میرم و به نظر نباید انجام بدم هم احساس امنیت بود و خیلی خوبه. اصولا کشورهای جنوب و شرق آسیا، اون جاهایی که من رفتم، واقعا امنیت به طرز شاید فرهنگگونهی توی مردم هست. خیلی مردم علاقهی به تشنج و شاید مسائلی که باعث ناامنی بشه ندارن و این خیلی خوبه. این که در فرهنگ یک کشور امنیت باشه، ثبات باشه، آرامش باشه، خیلی به اون کشور، به اون جامعه کمک میکنه که تو شرایط بهتری باشه. متاسفانه من دلم میخواست که یه مقداری سوغاتی بخرم، یادگاری بخرم، ولی قیمت ها عجیب و غریب بالایه. یعنی حتی از ژاپن که من در مجموع خیلی گرون دیدمش، هم گرونتره، قیمت ها خیلی عجیب و غریب بالای. حتی لباس های شاید دست مثلا به لحاظ برندی، نه لحاظ کیفیت، مثلا در رتبه های بدتری از لباس برند های معروف هستن هم قیمت هاشون به مراتب از شاید از خود استرالیا هم بالا بود که خیلی برای من جالبه و احساس میکنم باید میزان حقوق مردم
هم به همین نسبت بالا باشه. هرچند موردی که من پیدا کردم اینه که هنگ کنگ به عنوان یک هاب یا به عنوان یک جامعه ای که خیلی در خدمت مردم چین هست گسترش پیدا میکنه. یعنی شما از محدودیت های اینترنتی، این هم ساختمون خوشگل اپل، از محدودیت های کمتر اینترنتی گرفته تا جامعه بازتر، تا فروشگاه های لوکس، برند های مختلف که با توجه به اون چیزی که من متوجه شدم، حالا من هیچ وقت چین نرفتم که اونجا هم اقداری خرید برند های لوکس خیلی گرون هست به خاطر مالیاتی که هست، ولی اینجا اکثر فروشگاه ها، اکثر مراکز خرید پر شده از برندهای لوکسی که مثلا تو خود استرالیا هر مرکز خرید اون برندها نمیان فروشگاه باز بکنن، ولی اینجا تقریبا هر مرکز خریدی مملو شده از این فروشگاه های لوکس. خب این ساختمون بزرگی که میبینید اسمش تایمز اسکوئر هست، خیلی خوبه، واقعا جو خیلی خوبه، زنده است و من بی نهایت وقتی که جمعیت زیاده، مردم توی خیابونا حضور دارن، مشغولن برای خودشون، رو خیلی دوست دارم. ساختمون تایمز اسکوئر همونجور که میبینید و در کنارش هم ساختمان‌های عجیب و غریب، کهنه و قدیمی. خب من دلم میخواد برم اون شاپینگ سنتری که خیلی نمایشگر بزرگی داشت به نام سوگو، اونجا رو قدم بزنم. در تایمز اسکوئر بودم، خیلی داخلش خیلی لوکسه و خیلی چیز چشم نوازی که بخواد نظر من رو جلب کنه برای مثلا ویدیو گرفتن نبود. همینطور این ساختمون خوشگل اپل، بخش بزرگ این پاساژ فروشگاه اپل هست که همونجور که عرض کردم به نظر میاد در جهت ارائه سرویس و خدمات به مردم چین هست بیشتر، چون حتی فروشگاه بزرگی که من رفتم و قیمتاشون خیلی گرون بود، اکثرا فروشگاه هایی بودن که خیلی خالی بود، خیلی جمعی، خیلی مشتری نبود. ولی به نظرم شاید این نظر من اشتباه باشه، ولی به نظرم اینجوری میاد که مشتری چینی خودشون رو دارن، از چین، از شانگهای با قطار مثل که تقریبا 2 یا 3 ساعت راه هست تا هنگ کنگ و یه مسیریه که مرتب مردم درش در رفت آمد هستن. فوق العاده حس خوبیه. اینم تبلیغات فیلم اونجرز که تقریبا 2-3 روز آینده به پرده سینما ها خواهد اومد. و حسابی دارم براش تبلیغات انجام میدم. هوا یه مقداری گرمه ولی خیلی خوبه، اصلا اذیت کننده نیست. من البته عذرخواهی میکنم که یه مقدار قیافم خسته بود، چون امروز تقریبا 20 کیلومتر تا الان پیاده روی کردم، چون دلم میخواستش که تمام مرکز شهر و مراکز خرید رو ببینم و دوست نداشتم از وسیله های نقلیه عمومی استفاده کنم تا بتونم در بین مردم باشم.
و خب یه مقداری هم هوا گرم و شرجی بود، این باعث شد که قیافه من خیلی خسته تر به نظر بیاد. اینجا هم یه خیابونه چراغونه شده یه خیلی مجلل که به نظرم باید البته هتل وجود نداره ولی کلی برندهای معروف و شاید هم بله هتل هم هست. کلی برندهای معروف در اینجا شعبه دارن. جمعیت همچنان برای خودش میگرده و میچرخه. من خیلی دوست دارم از این چهارراه بزرگ یه تایم لپس بگیرم ولی دنبال یه جای مرتفع میگردم که گوشیمو بذارم و بتونم تایم لپس بگیرم ولی هنوز پیدا نکردم. فقط جمعیت رو نگاه کنید، در این جای خیلی شلوغ و دوست داشتنی با کلی بیلبوردهای تبلیغاتی بزرگ در قلب کشور هنگ کنگ. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشین. خیلی ممنون از نگاهتون. من دیگه باید کم کم راهی هتل بشم و با این مردمای خیلی عجیب و دوست داشتنی خداحافظی بکنم. امیدوارم که هر جا که هستین شاد و سلامت و پیروز و سربلند باشین.